در خصوص آموزش زبان چینی به زبان آموزان خارجی امروز میخوایم در رابطه با یادگیری زبان چینی میتونم بگم قول زبان های دنیا با شما صحبت کنم و به نوع یک آشنایی داشته باشیم که چجوری میتونیم این زبان سخت رو یاد بگیریم و از گفتگو با چینی زبانان لذت ببریم در ابتدا میخوام به شما خوش آمدگویی ارز کنم بابت ورودتون به دوره های آموزشی زبان چینی مجموعه فرالن با من همراه باشید در خصوص آموزش زبان چینی نکاتی رو لازم هست که در ابتدا به شما بگم و تو ذهنتون داشته باشید موضوع اول که توی صحبت با مردم و عوام ما باهاش رو هستیم اینه که وای زبان چینی هزار تا حروف الفبا داره. باید بهتون بگم که زبان چینی تنها زبانی هستش که اصلاً حروف الفبا نداره. این نکته اول. پس زبان چینی حروف الفبا نداره. در آینده بهتون توضیح میدم که زبانی که حروف الفبا نداره، باید به چه صورت ما یاد بگیریم این زبان رو مورد دوم اینکه همه تون مستظر هستید که با توجه به شرایط و جایگاه کشور چین در دهه های اخیر و قرارگیری این زبان به عنوان یکی از زبان های مورد تایید سازمان ملل ارزش روزافزونی توی دنیا داره پس خیلی از کشورها خیلی از مردم در صدد این هستن که بتونن این زبان سخت رو یاد بگیرن چه بابت تبادلات فرهنگیشون چه بابت بحث تجاریشون پس ما با زبانی طرف هستیم که به نوعی میشه گفت برای دنیا کمی قریب هستش و ما میخوایم پله به پله با همدیگه پیش بریم و این زبان قریب و ناشنا و بیگانه رو با همدیگه یاد بگیریم هممون توی کودکی کارتون هایی رو دیدیم با نوشتاری میشه گفت عجیب غریب کارتون های زبان چینی یا کارتونهای ژاپنی که تقریبا توی رسم الخط گاهن مشترک هستند یا نه اجناسی رو خریدیم که پشت این اجناس به زبان چینی نوشته شده گاهن مردم به شوخی میگن در و پنجره نه در و پنجره نیست این رسم الخط زبان چینی هستش که ما همه اینها رو پله به پله, پله و آروم آروم به شما آموزش میدیم خب در خصوص اهمیت زبان چینی کمابیش هممون چیزهایی رو میدونیم و باید بهتون بگم که یکی از زبانهایی هستش که بیشترین سخنور رو داره توی دنیا میتونیم به کشور چین اشاره کنیم با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و نزدیک به 400 میلیون جمعیت میتونیم به کشور سنگاپور اشاره بکنیم میتونیم به تایوان اشاره بکنیم و تا حدودی کشورهایی مثل تایلند اندونزی و فیلیپین به این زبان صحبت میکنن شما اگر که به کشورهای دیگه سفر کرده باشید روسیه، آمریکا یا کشورهای اروپایی میبینید که این زبان انقدر مهم هستش که در بدو ورود توی فرودگاه علا رقم این که مثلا به زبان روسی تابلوهای راهنمایی هست به زبان انگلیسی که زبان بین‌المللی هست تابلوهای راهنما رو ما می‌بینیم می‌بینیم که تابلوهایی به زبان چینی هم نصب شده کشور آمریکا میتونیم بگیم که یکی از کشورهایی هستش که بیشترین تعداد افرادی داره که بورسیه میشن به چین بابت یادگیری زبان چینی بعضی ها افراد بالغ هستند و بعضن کودکان خردسال بورس میشن به همراه خانواده که برن توی چین با زبان و فرهنگ چینی از کودکی آشنا بشن پس جای تعجبی نیست که روز به روز این زبان جایگاه مهمتری داره پیدا میکنه و روز به روز بر تعداد علاق مندان یادگیری به زبان چینی در دنیا داره افزوده میشه خب همونطوری که خدمتون عرض کردم این زبان حروف الفبا نداره مگه میشه بله شده توی زبان چینی شده خب پس ما باید این زبان رو چجوری یاد بگیریم به ما توی زبان چینی با چند تا پارامتر روبرو هستیم مشکل اول خطش رو چجوری بنویسیم در زبان چینی خط رو بهش میگن خن یک بار دیگه تکرار میکنم خن ز و بعد ما برای یادگیری تلفظ کلمات یا تلفظ این خنزه ها ما نیازمند یک سیستمی هستیم به اسم پین یین که میشه گفت بعد از تصمیم گیری بابت اجرای سیاست درهای باز در چین میشه گفت توی دوره ما او در دهه پنجاه قرن بیستم وقتی سیاست درهای باز قرار شد که انجام بشه و بعد از انقلاب فرهنگی به نوعی پیشنهاد شد برای اینکه هم ارتباط چینی ها با دنیا راحت تر بشه و همین اینکه چینی ها خودشون راحت تر بتونن زبان چینی رو یاد بگیرن یک سیستمی ابدا بشه که در سال 1949 پیشنهاداتی ارائه شد بالغ بر 600 تر ارائه شد و این موضوع تا دهه 60 بررسی و سیستم تست و آزمایش و آزمون خطاش ادامه داشت تا ما تونستیم با پینین که امروزه یکی از روش های یادگیری زبان چینی هست در پایه آشنا بشیم و این سیستم به یک سیستم بین‌المللی در دنیا مطرح بشه اگر که یادتون باشه من این کلمه ای رو به کار بردم به اسم خندز بابت رسم الخط زبان چینی خند رو به ذهن داشته باشه چون خیلی باش کار داریم یکی از نژادهای مهم و تاثیرگذار در چین هستش که الان هم زبان چینی رو به اسم اون نژاد میشناسیم یعنی خنگی دوباره من تاکید میکنم خنگی اوکی توی زمانی که سیستم حکومتی افتاد دست نژاد خند و این نژاد خند میشه گفت به عنوان نژاد برتر در چین شناخته شد و حاکم و حکفرمای چین شدن کشور چین علا رقم این که قومیت های مختلفی داره و همین الان ما میتونیم 56 قوم رو توی چین شناسایی کنیم نژاد خن نژاد برتر و دارای جمعیت بیشتری نسبت به نژادهای دیگه است پس زبان چین رو بهش میگن خنیو ما در چین گفتم 56 قومیت داریم 55 قوم میشن اقلیت و یک قوم که همون خنزو هست میشه قوم خن میشن اکثریت اینجوری هم نبوده که این نژاد مثلا از اون جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیونی یک میلیارد نفر نژاد خند باشن نه توی دوره ای که حک فرما نژاد خن بود خیلی از افراد نژاد خودشون رو تغییر دادن به نژاد خن و نژاد خند شد نژاد برتر ما توی زبان چینی گفتم 56 قومیت داریم پس حد اقل میتونیم بگیم 56 گویش داریم به این ما لحجه پکنی داریم توی زبان چینی لحجه شانگهایی داریم لحجه سیچوانی داریم گواندونگ خوا داریم که واسه استان گواندونگ شهری که خیلی شنیدید ازش شهر گوانجو و شهرهای دیگه بعد از انقلاب فرهنگی کشور چین به این نتیجه رسید که باید یک زبان رسمی و یک زبان درباری داشته باشه البته این زبان درباری توی دوره‌های پیشین هم بوده توی نجات های دیگه هم ما داشتیم که یک زبان درباری داشتند پس به خاطر اینکه کشور چین جمعیت زیادی داره در کنار این جمعیت زیاد قومیت های فراوانی داره پس ناگزیر هست از این که گویش های فراوانی هم داشته باشه مثل کشور خودمون ایران که میتونیم تقریبا بگیم می 15-16 قوم توی این کشور زیبا دارن زندگی میکنن پس ما فارسی رو داریم به عنوان گویش رسمی ایران زبان فارسی رو فارسی معیار که با لحجه تهرانی عمدتا میشناسنش اما ما فارس شیرازی هم داریم لحجه یزدی هم داریم لحجه خراسانی هم داریم گیلکی هم داریم توی قزوین هم لحجه مختص خود قزوینی ها داریم پس توی زبان چینی توی کشور چین هم این لحجه ها هست به صورت که میتونم بگم مثلا توی استان گواندونگ دوتا روستا با فاصله مثلا تقریبا 50-60 کیلومتر دو تا گویش متفاوت دارن در حد اینکه اگر که فرد یک فرد اول با گویش خودش صحبت کنه فرد دوم در روستای دوم با گویش خودش اینها متوجه حرف های هم نمیشن کشور چین که کشور پهناور هست و با این جمعیت زیاد نیازمند یک زبان معیار بود پس زبان پکنی یا بهتر بگم لهجه پکنی با تلفیقاتی از لحجه های دیگه زبان معیار چین رو تشکیل دادن چیزی که ما الان بهش میگیم ماندارین در زبان ماندارین عمده کلمات و عمده تلفظ ها با لحجه پکنی است اما ما از گویش سیچوانی هم توی این زبان ماندارین داریم از گویش شانگهایی هم توی زبان ماندارین داریم 56 قومیت 55 قومیت اقلیت یک قوم شد اکثریت خنزو و این زبان توی کل کشور گسترده شد این گویش بهتره بگم توی کل کشور گسترده شد بعد برای راحتی گفتگو میانه اقوام گفتگو میانه شهرهای متفاوت اومدن ماندارین رو انتخاب کردن بهش میگن پوتون خواه پوتونگ به عنوان به معنی رایج معمول رسمی خوا هم به معنی کلام هست پس ما در ایران میگیم فارسی میار فارسی درباری یا فارسی اداری فارسی تهرانی هستش در زبان چینی بهش میگن پوتون خوا که بیس این پوتون خوا لحجه پکنی هستش در زبان چینی برای یادگیری ما باید یک تفکیک داشته باشیم بین تلفظ و رسم الخطش بین نگارشش ما نگارش رو گفتیم هن که در آینده بهتون آموزش میدم به قول ما ایرانی ها این در و پنجره ها چجوری باید نوشته بشن و بعد بهتون آموزش میدم با سیستم پینگین چجوری این در و پنجره ها رو باید بخونیم و تلفظ کنیم در ابتدا سیستم آموزش زبان چینی میاد پینین رو آموزش میده پین یین میتونیم بگیم یک فونتیک بر پایه زبان لاتین هستش ما در پینین میتونیم حروف علف با یه انگلیسی رو ببینیم پینین گفتم سیستم آموزش تلفظی زبان چینی هست پس ما یه خنده داشتیم که میشه نگارش یک سیستم آموزشی داریم برای گفتار و برای تلفظ که بهش میگیم پینگین زبان چینی رو گفتیم که حروف الفا نداره پس ما توی پینگین باید چی رو یاد بگیریم گفتن داریم از حروف الفای لاتین استفاده میکنیم زبان چینی حروف الفا نداره ما در سیستم پینگین با هجا یا بخش سر کار داریم همه ما وقتی زبان فارسی رو توی مدارسمون شروع کردیم که یاد بگیریم معلم های ابتداییمون شروع کردن آموزش الف بارا و بعد ترکیب این حروف با هم دیگه و بعد ساختن یک بخش ساختن هجا ما توی زبان فارسی میگفتیم ما در مادر از دو بخش تشکیل شده اما بخش اولش هجای اولش از چی تشکیل شده ببینید ما توی تمام زبان این سیستم هجا و بخش بندی رو داریم به عنوان مثال توی زبان انگلیسی میگیم بیوتیفول بی یو تی فول میشه چهار بخش یا چهار هجا توی زبان فارسی میگیم, میگیم مد ر سه مد ر سه میشه سه بخش یا سه هجا توی زبان چینی ما میایم میگیم خن یو خن هجای اول یو هجای دوم چیزی که مشترک هست توی تمام زبان ها حتی توی زبان چینی این هستش که ما وقتی بخش بندی میکنیم وقتی هجا داریم میگیم سیستم تشکیل دهنده بخش ها یا هجاها توی تمام زبان ها مشترک هستش ما همیشه یک سامت داریم حروف بی صدا یک مصوت داریم حروف صدا دار که از ترکیب این دو در تمام زبان ها ما به هجا یا بخش میرسیم چیزی که توی زبان چینی متفاوت هست و در زبان های دیگه نداریم سامت به اضافه یک مصوت میشه به اضافه یک آهنگ یا تن اینجا دوباره اون وچه تمایز زبان چینی رو میبینیم در تمام زبانها ساخت هجاب به این صورت هست سامت به علاوه یک مثبت بی خود حرف بی انگلیسی به علاوه ای که حرف مثبت هست تشکیل یک هجا رو میدن به اسم بی توی زبان فارسی م به علاوه دوتا تا مسابت میشه یا یه مثبت مرکب اد اینجا ما میایم مد رو با عنوان یک هجا میشناسیم توی زبان چینی میگیم خن خن حرف اچ به عنوان سامت و ان سامت مرکب ما هست البته که ما یک عضو اضافه دیگه هم داریم و اون تون هستش خن با آهنگ چهارم پس ما باید هجاها رو در زبان چینی یاد بگیریم در زبان چینی نوین یا مدرن ما چیزی نزدیک به 400 هجا رو باید یاد بگیریم یعنی همون ترکیب سامت ها و مسوت ها که این 400 هجا میتونیم بگیم بیش از 400 هجا در کنار آهنگ ها که ما چهار آهنگ داریم آهنگ اول، آهنگ دوم، آهنگ سوم و آهنگ چهارم قرار میگیرن بعضی از هجاهامون به صورت چینگشن تلفظ میشن یعنی بدون آهنگ پس ما برای تلفظ باید پینین نورات بگیریم توی پینین با چی طرفیم؟ با هجاها زیر مجموعه هجاهامون میشه سامت، مصوت و آهنگ که اینها رو یاد میگیریم و تا زمانی که داریم زبان چین رو یاد میگیریم تا زمانی که داریم به این زبان صحبت میکنیم ناگزیر هستیم که هر روز خودمون رو آپدیت کنیم با پینین و تلفظ های زبان چینی اوکی با من همراه باشید تا پینین رو به شما آموزش بدم